이제 خبری رو باشم که ایران کاری رو کرد که امروز ما و ملت ما گرفتار اون کار هستیم و برای گشودن بندهایی که به دست پای ما بسته شده بی جنگیم قیام می کنیم، قیام اخلاقی می کنیم، صحبت می کنیم، می خوانیم و به طور کلی می جنگیم. نیمی از این طبقه پشیمون شدند از کاری که کردند، به خارج آمدند، نیمی در داخل ماندند و نیمی دیگر مشغول خدمت به حکومتی شدند که دست پرورده وزارت امور خارجه انگلستان و امریکا بود و در دامن ننه اسم حزب توده به دنیا آمد و با کمک احمق در این طبقه کشور ما امریکا مشغول ادامه است. روشنفکرانی که به خدمت این حکومت رفتند خائن‌ترین طبقه مردم کشور ما هستند، چون اونها میدونند که دارن چه میکنند و باز هم میکنند و اونها کاری ندارن. برن و به حزب تودهشون و به فدایان خلق اکثریتشون و به حزب اللهشون کمک بکنند. خداشون جزاشون رو خواهند داد. به همه میرسم. شما اگر میخواید برنامه اجرا کنید بفرمایید جای من. اگر میتونستید زودتر از من برنامه اجرا کنید سالها ادعای چپگرا بودن میکردند، کمونیست بودن به اصطلاح، فرار کردند و آمدند به پاریس و جمعیت نویسندگان و روشنفکران ایرانی رو در غربت تشکیل دادند. ازشون سوال کردم که چه میکنید برای نجات کشورتون؟ گفتند اعلامیه میدیم. گفتم من بالا میرم حرف میزنم و میجنگم، یکتنه میجنگم و هر لحظه ممکنه که بمیرم، چون جنگجو رو میکشن، آدمی که تو کازینوس و تو کافاس کاری باش ندارن. گفتم که بهشون گفتم که مگر شما نبودید که در زمان حکومت محمد رضا شاه
و از دیکتاتوری در ایران صحبت کرد و برای آزادی ملتش جنگید و تمام ملت ایران به او کمک کردند. مردم کشور من، زنان ایرانی، مردان ایرانی، کاری بکنید که اگر دیگری آمد و فقط برای مردم کشورش و برای ملتش، نه به خاطر میریده و شکم و پایینتنه رفتی بالا و استوار ایستاد و جنگی بره و بیسته و بجنگه و روی شما تکیه بکنید، دیگه کسی که از شما هست و با شما هست و برای شما هست، او رو باید خیلی عزیز بدارید. میدونم که شما از نظر سیاسی بعضی ها شاه‌پرست هستید، سلطنت‌پرست هستید و بعضی ها هم میگوین که ما بله سلطنت رو میخواییم ولی میخواییم که اصول قانون اساسی مون اجرا بشود. بعضی ها چیز دیگری میگوین، ما باید اگر شما سلطنت‌طلب هستید، اگر شما برای بهتر زندگی کردن مردم ایران میخواهید بلند چید و مبارزه بکنید، اگر شما میگویید که انسانهای مهمتری هستید، یعنی حق با شماست، اگر شما این گونه هستید، پس هرگز و هرگز و هرگز به هر کسی که آمد و چیز دیگری گفت تو دهنی نزنید، بذارید اونو مردش بزنه. خب این به اندازه کافی دیدن مردم ایران زده. بگذارید آزاده باشید، بگذارید مردم عاشق شما باشن، بگذارید مردم شما رو دوست داشته باشن. ممکن است که من هم حرف شما رو بخواهم بزنم، ممکن است که من هم مثل شما فکر بکنم، ولی من یاد گرفتم که بغل‌دستی‌مو اعدام نکنم، چون تمام بغل‌دستی‌های من رو در این حق اعدام کردم فقط به خاطر اینکه ایران رو دوست داشتم. با رفیقی آمدم از ایران، سعید اینجاست، نه فقط صدایی بسیار مطبوع به دلنشین دارد بلکه در حدی که میخواند میداند. زمانی بود در ایران که خب من کارم بود، اصلا میتونید این ایراد رو به من بگیرید، بگید که تو مثلا فلان کس رو بردی خواننده کردی، حق با شماست، ولی اون زمان شما هم فکر دیگری غیر از اون نمی‌کردید که خب این خواننده است، میخونه و میره، کاری نداره با کسی، آرامش بود و آسایش بود و کسی از خواننده توقعی این رو نداشت که بیاید و از مثلا ویتنام هم صحبت بکنند یا تاریخ و جغرافیا هم خوب بداند و سیاست انگلیس و آمریکا هم بشناسه. امروز من میگویم که نه فقط مردم معمولی بلکه در صدر مردم معمولی، طبقه روشنفکر، طبقه هنرمند ایران باید بداند که چه کسی مسئول این بدبختی عظیمی که سر ملت ایران آمده. اون کس ملت ایران نیست. اگر ملت ایران اشتباه کرده، ملت ایران خواهد بخشید، ملت ایران بخشایند بوده و هست. اون کس ملت ایران نبوده، خمینی هم نبوده، اون دست فرورده کس دیگریست. اون کس همون خانم تاجر بوده که اینجا حکومت ایران. ایران میخواند، میداند که از کجا میخواند. اگر از ایران صحبت میکنه، میدونه که از کی صحبت میکنیم. ما با هم از ایران فرار کردیم، چون من به تنهایی قادر نبودم که فرار بکنم. با این قیافی که داشتم برای غیر ممکن بود، بعضی احتیاج به کمک داشتم و خود کمکم کردن. اتفاقی کسی که به من کمک کرد، یک افسر ایرانی بود که بیشتری کمک رو به من کرد. سعید تو خونه به من گفت که من حرف میزنم اونجا. الان به من میگه که من حرف نمیزنم. میدونی چرا؟ علت داره. احساسات شما، احساسات شماست. ولی اون کسی که بالا میره و کاری میکنه در جد، او هم کاری میکنه. اون کاری نکنی که زمان را امزاد بردی. سلام میکنم. اگر میخواستم حرفی بزنم، اون حرف رو شنیدم اول. در درجه دوم میخواستم که صحبت کنم، بگم از نظر یک هنرمند ایران. من میخونم، میزنم برای شما، صدای من میشنوید،
ولی چیزی که من امروز میخوام برای شما بیان کنم حرف خواننده قبلی نیست. من جدید هستم، میخونم براتون از مملکتم، میخونم از ایران، میخونم میخوام که دنیا بدونه که تو وطنم چی میگذره. شاید من یکی از آخرین آدمایی باشم که از ایران خارج شدم. میدونم که اونجا چه خبره، خیلی زجرش کشیدم، شما هم کشیده، میدونم همه بی کشیده. من میخوام به دنیا نشون بدم با فرید، به یاری فرید، با اون میرم رو سمت به کمکش میام این بالا، چون که من خودم این کسی نمیشناسه، ولی وقتی که با اون میام این بالا کاملتر هستم و میتونم که همکارم اجرا کنم، هم هر کار بزنم. من میخوام به دنیا بگم که توی ایران چی میگذره، توی ایران چجوری میکشن، مملکتم چی هست اصلا، ایران کجا هست. نمیگن این حرفا، اگر بکشن توی ایران شما نمیشنن، ولی من میتونم مثل یک هنرمند، مثل هنرمند میترسم بگم که از این بیشه بگم آقا کی گفته و هنرمندی. من میخونم براتون از ایران، میخونم این ایران را بگم. Yo!
کشور ما استوار شد و به مرور در طول این سالها تعداد زیادی از مردان سیاسی ایران و غیر سیاسیانی که به عنوان سیاسی خودشون رو جا زده بودن مثل آقای منی صدر کشور ما رو ترک کردن. خواهش می‌کنم اجازه بدید صحبتم رو بکنم. اگر تیکه‌ای می‌خواید بگید نگید، چون من خودم استاد تیک اندازی به هر کس هستم. چندی میگم اگر ممکنه شما واقعا یک فریدون فرخزاد جدید رو ببینید، حقم دارید، برای اینکه در اون زمان زندگی اونجور بود. من چرا نباید شوخی میکردم با مردم؟ چرا نباید حرف میزدم؟ چرا نباید نمیخندم؟ باید میخندم. شما هم میخندیدید، ولی امروز خنده برای من چیز ضروری نیست. و نه اینکه فکر کنید اینجا نمیخندم، پایینم خندم نمیاد، دستم به بزنید گریم میگیره، برای که اینقدر درد کشیدم در این 3 سال و نیم و اینقدر درد از درد شما بردم که یه جای خنده و شوخی نیست. اما به نقل بپردازم. ما امروز در خارج از ایران و در داخل ایران اپوزیسیون داریم. در داخل ایران این رو به طور قطع بدونید، نمیگم به خاطر دلگرمی شما یا به خاطر اینکه منم آمدم اینجا که مثل اونهایی که به شما میگن چهارشنبه میریم ایران، آقا تمومه، بعد چمدون رو ببندیم ما داره میریم. نخیر قربان، چهارشنبه ممکنه نرید به ایران، ولی در داخل ایران باور کنید، اینو جدی به شما میگم، 90% مردم ایران با این حکومتی که حکومت نیست در حقیقت، عده‌ای هستن که برجل میچاپند و میکشند و میبرند و فعلا زور با آنهاست، چون امریکا و انگلیس فعلا از اونها پشتیبانی میکنند. 90% مردم کشور ما مخالف این حکومت هستند و اون 10% هم به خاطر فحشای فکری و مالی تن به هر کاری دادن و با اینا هم کاری میکنند. نه دست من نداره، این واقعیه. ولی در خارج گروه های زیادی به نام اپوزیسیون در اینجا دفتر و دکون باز کردن، هم دفتر هست واقعا هم دکون هست. از بنی صدر شروع می کنم. بنی صدر در ایران رئیس جمهور شد به خودش و وقتی که به فرانسه پرونده سیاسی شد، حالا چرا پرونده سیاسی شد؟ ایشون اصلا سیاست مدار نبودند، جاسوس بودند. آمدن و گفتن که بله تمام این حکومت قلابی و زور و فشار و اختناق و غیر و ذالک، من رئیس جمهور 11-12 نمیدونم چند میلیونی هستم، برای من اصلا مهم نبود، گوش نمیکردم چند میلیون رأی آورده، اصلا نیورده بود. گفت بقیه انتخابات قلابی بوده و این انتخاباتی که من در اون رئیس جمهور شدم واقعی بوده و مردم ایران به من رأی دادن و من رئیس جمهور هستم. اتفاقا همین انتخابات هم قلابی بود، همین که این رئیس جمهور شد. بماند این آقا آمدن به پاریس، پناهنده سیاسی شدن و ادعا کردن که اسناد و مدارک زیادی رو با خودشون آوردن که دست حکومت جنایتکار غیرقانونی ایران رو رو بکنن. این جملات آقای ابوالحسن خان بنی صدر. از اون روزی که آمدن به پاریس نه تنها سندی رو نکردن،
نه تنها کلامی نگفتند بلکه گوشه انزوا گرفتند و مشغول داماد بازی شدند در حقیقت و این از آقای ابوالحسن بری صدر که حالا شدن رئیس جمهور شیش ماهه حکومت جمهوری دوم مندرآوردی اسلامی دموکراتیکه که ایشون در خواب دیدن برای ملت ما. این از ایشون. کسان دیگری هم وردست و همدست ایشون بودن، مثل آقای مدنی که بعد از اینکه در خوزستان ایران صدها خوزستانی ایرانی رو بیبارو کردن، شبیر خاقانی یک پیرمرد 90 ساله رو دستگیر کردن، با چشم کور با زن و بچه و نوه و نتیجه و نبیره به قوم تبعید کردن خدمت آقا، بعد از اینکه افسر ارتش شاهنشاهی بودن، بعد از اینکه استاد دانشگاه بودن، حالا آمدن به پاریس و میگوین که من میخوام رئیس جمهور ایران بشم. من اگر جای آقای مدنی بودم، به جایی که این مزخرفات رو بگم، از مردم کشورم خجالت میکشیدم. چون آقای مدنی به یکی از دوستان من شب قبل از فرارشون به اروپا، به یکی از دوستان من که او هم افسر ارتش بود گفته بودن که من فکر میکردم که این آقایی که آورده به سر کار کسی است، این که از چنگیز مغول هم بدتره. استاد دانشگاه، تو باید میدونستی که چنگیز مغول کیه. من اگر نمیدونستم تاریخدان نبودم. تو که استاد دانشگاه بودی و بعد از تمام جنایاتی که به نام همین چنگیز مغول در کشور من کردی، حالا میخوای رئیس جمهور هم بشی. بهتر اول از مردم ایران سوال بکنید که اصلا جمهوری میخوان یا نه، بعد رئیس جمهور بشی. اجازه بدید. در کنار ایشون آقایون زیادی هستن که من میخواستم اسمشون رو ببرم. دوستان من در اینجا گفتن که تو که برای وحدت صحبت میکنی، تو که برای همبستگی صحبت میکنی، پس نیار اسم این آدم ها رو، نمیار. من آقای دکتر بختیار رو در پاریس دیدم، آقای دکتر امینی رو دیدم، تیمسار اویسی رو دیدم، تیمسار آریانا رو در ترکیه دیدم، خیلی کسان دیگر رو هم دیدم. تمام کسانی که باید میدیدم دیدم و باهاشون صحبت کردم، چون یک انسان ایرانی هستن و فکر میکنم که باید شما هم همینطور، شما هم باید بدونید که با کی طرف هستید و کی داره دوباره به شما چه وعده‌ای میده، که مبادا کلاهی که به این بزرگی به سر ملت ما رفت دوباره و سه باره به سر ملت ما بره. بنابراین وظیفه خودم میدونستم برم با این آقایون صحبت بکنم. من در پاریس، در برنامه‌ای که در پاریس داشتم، سه بار، اول 550 نفر آمدن، بعد 850 نفر، بعد 1500 نفر، و سالونی که من کنسرت داشتم پر از سلطنت طلب و جمهوری خواه و مجاهد و حزب اللهی و همه چیز بود. من در اونجا گفتم که من از اپوزیسیونی که فعلا در اینجا کار میکنه دفاع نمی کنم، برای که این اپوزیسیون هر چقدر هم که اصیل باشه و شریف باشه و با شرف باشه و ایرانی باشه، کم کار کرده. اپوزیسیونی که میگوید من زنگ مدرسه رو در اول مهر به صدا در میآورم، باید زنگ مدرسه رو به صدا در بیاورد. مردم ما بسیره نیستن که بهشون بگیم که داریم میریم و بعد خودشون میدونن که امریکایی ها هنوز چراغ سبز ندادن و اولی مردم گول میزنن. و من در پاریس گفتم، در اینجا میگم، خاک بر سر ملتی بکنن که منتظر چراغ سبز امریکاست. بلند مردم، شما مردم ایران هستید، شما که عبو ملت سفاری داشتید، شما کاوه آهنگر داشتید، شما هزاران هزار مرد ایرانی داشتید که در ایران قیام کرده، شما تا دل هندوستان رفتید، شما تمام کشورهای همجوار رو گرفته بودید، امپراتوری ایران رو تشکیل داده بودید، شما پادشاهانی بسیار بزرگ در تاریخ ایران، نه در تاریخ دنیا دارید. چرا نشستید منتظر این که حسن و حسین به شما بگن که امریکا چرا سبز میده؟ من میدونم که به هر جهت کشورهای بزرگ سرنوشت کشورهای کوچک رو تعیین میکنند، اما ما باید بلند شیم و به امریکا بگوییم که اصلا ما هستیم، ما زنده ایم، ما چیزی نمیخوایم، میخوایم برگردیم به کشورمون، به ایران. امریکایی ها باید بدونن، انگلیس ها هم باید رو بدونن. انگلستان سالها بر کشورهای آسیایی و اجرهای حکومت کرده، امریکایی ها هم کردن، روس ها هم کردن، و هیچ کدوم برای ما قدمی برنداشتن. کدوم امریکایی به خاطر فرهنگ ایران مرده؟
کدوم انگلیسی به خاطر هنر ایران جون داده، کدوم روسی، کدوم چینی، ولی صدها و هزاران ایرانی به خاطر اینکه شما زنده باشید مردم ایران، به خاطر فرهنگ ایران، به خاطر اینکه مولوی زنده باشه و سعدی و حافظ زنده باشن، تیر بارون شدن در زندان اوین. قدر این مردم و زنان رو بدونید مردم ایران. روزی که شما بلند میشید در همین هایستین کنزیگتون 90,000 ایرانی در لندن هستن. اگه 9,000 از شما در این خیابون رژه برید، کی میتونه جلوی شما رو بگیره؟ کدوم حکومت؟ و ملت ایران را قتل عام کرده. مردم ایران، شما 90,000، بالای 90,000 ایرانی در این پاریس هستید. آقا من مخلص شما هستم. شما که به من میگوید عکس بزن، من عکس میخوام، من عشق میخوام. با عشق بلند شید و برید توی خیابون، برید توی این خیابون و اعتراض کنید. 22 بهمن به مال شما، به جان شما، به ناموس شما، به فرهنگ شما تجاوز شده، انگلستان به شما تجاوز کرده، امریکا به شما تجاوز کرده. شرف دارید برید توی خیابون اعتراض کنید. چرا میشینید؟ چرا میشینید؟ چرا تحمل میکنید؟ در زمان حکومت سابق من دانشجو بودم در آلمان. یک جمعیتی ما داشتیم به اسم کنفدراسیون، اکثرا هم چپی بودن، مصدقه بودن، ملی بودن و اینطور سلطنت‌طلب هم نبودند، ولی تمام مطبوعات جهان، همین روزنامه های انگلستان، همین روزنامه های امریکا، همین روزنامه هایی که میخواهند برای ما سیاست بسازند و سیاست مدار بیاورند و زندگی ما رو به این صورت در بیارند، همین ها چنان وانمود میکردند که این صد تا دانشجوی کنفدراسیونی اینها ملت ایران هستند. ولی امروز که هزاران هزار مردم کشور من تیربارون به اعدام میشن، هزاران زن مرد ایرانی سنگسار میشن، سرشون رو میبرن، انگلستان و بریتانیای کبیر و خانم تاچر لب از لب باز نمی کنن. صرفشون نیست؟ حتما صرفشون نیست. نفت ما رو دارن میبرن. حکومت ایران دست نشانده همین حکومته و مردم ایران در اسارت همین حکومت. میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ میخواید بچه های خودتون رو در ایران اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ اون مرد ایرانی که در ایران اعدام میشه مثل شماست، اون زن ایرانی که سنگسار میشه و اعدام میشه از شماست و برای شماست. بلند شید اعتراض کنید مردم. 22 بهمن روزیست که شما اگر بلند نشید شرف ندارید، اگر بلند شید با شرف ترین ملت جهان. در همین ایرانی که اینجوری داره برش حکومت میشه، یک مرد ایرانی، برادر یک پاسبان ایرانی، به خودش بمب زد و رفت به اصطلاح آیت الله مدنی، یکی از قاتلین ملت من رو بغل کرد در تبریز. هم خودش مرد، هم اون به درد واسط شد. برای مردم تبریز و برای اون مرد که اسمش رو هم شما و من نمیدانیم چیز میخواد. تبریز سپاه. Come on, 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 come on
من ممکن است که از نظر طرز تفکر سیاسی با مردانی که راه و روش خودشون رو آشکار نمی کنند ارتباطی نداشته باشم، چون انسان رکی هستند. یک چیز رو در مورد من حداقل می دونید، دوز نبودم، دروغ نگفتم و انسان صادقی هستم. به خاطر همین صداقت با آدمایی که امروز و فردا میکنن که ببینن کفه کدوم طرف سنگین میشه که اونجا برم بمالم، دستمال ازشو میگیرم بمالم، با اونا کار ندارم. ممکن است من با آقای دکتر امینی ارتباط سیاسی نتونم برقرار بکنم، اگرچه در دستگاه ایشون مردانی هستن که بسیار مورد احترام شخص من هستن. و ممکن است که من با آقای دکتر بختیار هم نتوانم نزدیکی سیاسی داشته باشم، چون برجت از تفکرم اون نیست که در پرده بگویم. من میخواهم که مرد سیاسی بلند بشود و بگوید که چه چیزی میگوید و چه چیزی میخواهد و مردم رو به کدام چشمه میخواهد راه نمایی بکند و نه فقط از سراب صحبت بکند. ما تشنه آب هستیم. برای دفاعی یا صحبتی از این آقایون ندارم. تیمسار اویسی یک افسر هستند. من هرگز نظامی نبودم، حتی به سربازی هم نرفتم. بنابراین من نمیدونم که افسران امروز باید چگونه بیاندیشند و چه طرز تفکری داشته باشند. ولی اگر من افسر بودم و من در ارتش شاهنشاهی خدمت کرده بودم، امروز می آمدم با بقیه افسران هم صدا می شدم، هم کلام می شدم و هم قسم می شدم و به راهی می رفتم که انتهایش آزادی و آزادگی ایران و ملت ایران باشد. شاید تیمسار ارتش بود اویسی این کار رو بکنند. من با ایشون نمی شینم که از ایشون سوال بکنم که شما چه می کنید. امیدوارم بکنند. اگر بکنند نوش جانشان، اگر نکنند امیدوارم که بکنند. اما من میگویم که ما باید ببینیم که چه چیزی به درد ما میخوره و ما خودمون تصمیم گیرنده باشیم. این آقایون که رهبران اپوزیسیون هستن، هیچ کدومشون اسمشون در کتاب قانون نوشته نشده که بنده باید تا آخر دنیا ببینم که مثلا فلان کس توی لندن چی میگه. من هم همونو بگم، هر ایرانی که شرف داره، هر ایرانی که میخواد از حیثیت ملتش دفاع بکنه، اپوزیسیون ایران هستش. هر ایرانی که مبارزه میکنه رهبر هستش. شما فکر نکنید که رهبر یعنی اینکه کسی یه دفتر داره و یه روزنامه داره و از اینجا و اونجا پول میگیره. آقای خانم ها، من در پاریس هم گفتم، پولی که به نام ملت ایران از صدام حسین گرفته میشه خونبها ملت ایرانه. من امیدوار هستم، چون به ارتش احترام میگذارم و به هر جهت ارتش نیرویی است که تابع قوانینی بوده زمانی که ما از قانونی اطاعت نمیکردیم، ما هر کاری عشقمون بوده میکردیم، ولی ارتشی ها انضباط ارتشی داشتن. به خاطر همون انضباط ارتشی ایستادند، دونه دونه تیر بارون شدند، ولی گفتند که ما فرماندهی داریم که به ما این دستور رو داده و ما رو به من دوم اشتباه نکنیم. اگر که کسی در پاریس، در لندن، در هر جای دنیا به نام ایران و ایرانی پول گرفته و این باعث بشه که شما امروز وطنتون رو و وظیفه ملیتون رو فراموش بکنید، سخت در اشتباه هستید. بگذارید اونها که به نام ملت ایران پول میگیرن بگیرن، اونها در آینده ایران جایی ندارند. شما هستید، شمایی، مردم ایران، ملت ایران نیازی به این ندارد که فرودگاه های تهران رو ببندند و فرودگاه های ایران رو ببندند که پاسدار خمینی فرار نکنه. مردم محتاج به مسئله نیستن. مردم ایران باید فرودگاه رو ببندن که چند نفر از اینجا به اونجا وارد نشن. اینا با فرار من با آقایان
سیاسی مردان سیاسی ایران گفتم صحبت کردم و خسته شدم، واقعا خسته شدم. تنها گروهی رو که من دیدم که با انضباط بیشتری کار میکنن گروه های نظامی هستند که حالا جای بحث نداره اینجا، به من هم مربوط نیست که چه میکنن و کجا چه میکنن، ولی هستن، کارشون رو میکنن و خیلی هاشون شرف سربازیشون رو فراموش نکردن. به افتخارش من از شهر تهران میآیم. وقتی که در ایران بودم به خاطر اینکه به مردم بگویم که تهرانی بودن مهم نیست، فرنگ رفتن مهم نیست، اونی که برج ایفل میشناسه حالا به من میگفتم تفرشی هستم. مردم میگفتن که تفرش؟ نه اصلا تفرش نیکنست آقای تفرش تفرش میگونیم خیلی میگونیم تفرشم گوهیه. میدونیم تفرش چه گوهیه؟ همونجور که آرزو میکنیم همه تو الان توش بودیم و اونجا نفس کنیشم تفرش میگونیم. در پاریس گفتگوی طولانی داشتم با آقایانی که عضو سازمان مجاهدین خلق بودن. دیشب هم در لندن یک جایی بحث در گرفت بین ما و ما با هم مدت طولانی صحبت کردم. اولا یک چیز رو شما بگم، من وقتی بچه بودم 12-13 ساله بودم شدیداً چپگرا بودم. شما میتونید فکر کنید که بچه 12-13 ساله اصلا نمیدونه چپ چیه و راست چیه، ولی در اون زمان مد بود در تهران، زمان حکومت آقای دکتر مصدق بود، بچه‌ها توده‌ای بودن، جبهه ملی بودن، سومکایی بودن، نیروی سومی بودن و آقایانی که سنشون 20 سال از من بیشتره، مثلا 40 سال دارم، 50 سال دارم، نه این واقعیته. اون زمان بچه‌ها اینجوری بودن، یعنی بچه‌ها سیاسی بودن. به اتفاق بچه‌هایی که مردان امروزی که زمان دکتر مصدق بچه بودن سیاسی ترین طبقه ایران از آب در اومدن، واقعا همه سیاسی بودن چون از بچگی توی میتینگ بودن و دعوا بودن. بماند من چپگرا بودم تا زمانی که به اروپا رفتم، در آلمان غربی و آلمان شرقی تحصیل کردم. چپگرا یعنی مارکسیست بودم، یعنی مارکس رو یعنی استالین رو دوست داشتم. رفتم به برلین شرقی و دیدم که مردم در گوشی با هم صحبت میکنن، مردمی که اهل فن بودن، اهل سیاست بودن، اهل هنر بودن. بعد رفتم به چکسلواکی و دیدم که مردم چک وقتی که در بهار پراک برای ذره آزادی قیام کردند، تانک‌های اتحاد جماهیر شوروی آمدند و مردم چکسلواکی را قتل عام کردند. در مجارستان دیدم که وقتی مردم مجار برای آزادی از اسارت روسیه شوروی قیام کردند، هزاران هزار مجارستانی قتل عام شدند در بوداپست و دیگر شهرهای مجارستان. اخیراً در افغانستان ببینید که وقتی مردم افغان میگویند آزادی، اتحاد جماهیر شوروی خودش اجازه میده که با تانک و توپ مردم افغانستان رو بکشه، اصلا ربطی به روسیه نداره و میگوید این خواسته دولت سوسیالیستی افغانستانه. من چنین دولت سوسیالیستی بر ایران نخواستم و نمیخواهم. اما در اون زمان من برجت مطالعاتم در زمینه مارکس شناسی بود. من دکتر حقوق هستم در رشته مارکس شناسی و یکی از معدود مارکس شناسان ایران هستم. اگر به تلویزیون رفتم و مطرب شدم شاید به این خاطر بود که رو مسخره‌ای پیشه کنم، مطربی آن استاداد خود از کهتر و مهتر بستانی. البته وقتی که اینجا شما می نشینید و از شاه دفاع می کنید، شما پس باید همزمان اون کسی رو که به شاه یا به سیستم شاهنشاهی ضربه زده و لطمه زده به اسم سلطنت، شما باید دور نفت بکنید. من وقتی که از اروپا به ایران آمدم برمون شاره من شاره ندارم. یاد خانم سوسن به خیر یه آواز میموندن کارد سرداخ به دلم. حالا بذاری من بحث سیاسی نیجا درس بگیرم بماند نیجریان. من حالا بگم این انقلاب اسلامی اصلا در ملت ما ریشه داره. من یه موقعی آمدم به تلویزیون و خانم سوسن مهمون برنامه من بودن. من ایشون رو بردم و دستشون ماچ کردم، چون هر زنی می اومد من دستشون مستقی طبیعی بود و برای من فرقی نمی کرد این زن از کجا می آید، چه سابقه ای دارد، نمیدونم با کی رفت آمد بکنم. خانم سوسن البته خب قبل از اینکه به تلویزیون بیاید یه خانم بودن، کارو از آب گل در آورده بودن، کارشون کرده بودن. مردم
ایران که فکر می‌کردن که بنده مثلا در تلویزیون با همین دستی که باش می‌کنم الان بکارت این خانم رو هم برمی‌دارم، یک قیام اخلاقی کردن که آقا مرتیکه از آلمان اومده، پاپیون زده، اسموکینگ می‌پوشه، پیرن چیندار پوشیده، دست بالو سوسن رو هم ماچ کرده، خواننده محبوب دلخواه خودشو رو، و بعد خب این همین یارو خراب هستن که دست ماچ می‌کنه، پاپیون می‌زنه، همین که افتاد سوسن رو رفته. انقلاب اسلامی شما می‌خندید، ولی همین مسائل بود که در مغز مردم کشور ما وجود داشت و به اینجا کشید. شما در ایران پادشاه زن داشتید به اسم پوراندخت و آذربیدخت. شما در ایران پای پادشاه زن رو میبوسیدید و هنوز در خانواده‌های قدیمی ایرانی رسمه که وقتی به دیدن مادر بزرگ میرن یا پدر بزرگ پای او رو میبوسن. این سنت ایرانیه. من یه دست بوسیدم، هم خودم خراب شدم، هم فامیلم خراب شدن، هم سوسن دوباره بکارم در آورد و هم جان بعده جانی که ایشون رو به باد دادم، قیام کردم مردم و من از تلویزیون بیرون کردم. به جایی که من رو تایید بکنم که دستی بوسیدم، بنده رو بیرون کردم دو سال. به خاطر چه کسی من رو بیرون کرد؟ چرا بیرونم کردم؟ بماند این مسائله که ضربه میزنه به حس انسان‌ها و انسان‌ها رو زخمی میکنه. من چه کار کرده بودم که دست رو بوسیده بودم؟ هیچ خیانتی به هیچ کسی نکرده بودم، هیچ دروغی نگفته بودم، هیچ دزدی نکرده بودم و در تمام عمرم این کارا رو نکردم، فقط احترام گذاشتم. ملت قیام کرد، رئیسم هم اخراج کرد. اما میخواستم از آقایان مجاهدین بگم. من باید آقایان بحث زیادی کردم و باهاشون بحث زیادی میکنم. اگر کسی میگوید که من طالب یک سیاست به خصوص هستم، این دلیل نمیشه که من دهنم ببندم با مردم حرف نزنم. با مردم اگر شما حرف نزنید هیچ وقت با مردم کشورتون اتحاد و اتفاق نخواهید داشت. شما باید مردم رو با حرف به راه بیاورید، نه با کتک، نه با سمسل، نه با خوشتر. جان مرسی. من مدتی است که عینک میزنم، اگر نتونم بخونم با عرض معذرت سعی کنم بخونم. نور چشمم کم شد ولی زبانم زخمی‌تر شد. من با این آقایون صحبت کردم و نتایجی هم گرفتیم که دیشب اتاق نتیجه بسیار خوبی گرفتیم. نتیجه بود که اونها جواب من رو نپذیرفتند. آقای مسعود رجبی بعد از اینکه حکومت آقای خمینی رو سر کار آوردن با زور اسلحه یارانشون و همرزمانشون به خودشون و به اتفاق توده‌ای‌ها و فدایان خلق و دیگر گروه‌های مارکسیست در ایران، چون عمل و بنا مسلسل بلد نبودن به دست بگیرن، چریکایی که در فلسطین دوره دیده بودن بلد بودن این کار رو. اما بعد از اینکه به قول خودشون قیام کردن، قیامی مردمی کردن، به فرودگاه مهرآباد رفتن و سرود خوندن برای امامشون و امامشون روی دست به خانه آوردن، بعد از اینکه دو سال که آقای خمینی خسته شدن از تیرباران ملت ایران و رفتن سراغ خود آقایون همکارانشون بنی صدر رجبی و غیرالزالک، آقای رجبی شروع کردن به اعتراض و گفتن که این امام قاتل و جانیه و داره میکشه، و دیشب به من گفتن که ما نمیدونستیم که این امام انگلیسی هستش. خمینی وقتی که به ایران آمد در تلویزیون گفتش که مجاهدین خلق آمده بودن به نجف و میخواستن من رو اقفال بکنن. این جمله آقای خمینیه. و دیشب به این آقای گفتن که شما که قدرت این رو دارید کسی رو اقفال بکنید که ما رو اقفال کرد، شما دیگه چه؟ شما دیگه. گفتن که ما جمهوری میخواییم، جمهوری دوم میخواییم. این رو این آقایون میگن و من به این آقایون جواب میدم کدوم جمهوری آقای رجبی؟ کدوم جمهوری دوم؟ ما 6000 سال تاریخ ایران رو به باد نمیدیم که آقای بنی صدر و آقای رجبی در این دوم نمیشن. ما به تاریخ کشور رو خیانت نمیکنیم. دیشب به من گفتن که ما فکر نمی کنیم که مردم ایران سلطنت بخواهند. گفتم طرز اجازه. گفتم طرز تفکرشون مردم ایران نباید با فریاد چیزی رو بخوان، باید با عقیده بخوان. به ایشون گفتم که شما از کجا میدونید؟ مجاهدین خلق در پاریس به من گفتن که 60% مردم ایران امروز طرفدار سازمان مجاهدین خلق هستند. من به اونها گفتم که اگر شما معتقدید که در زمان حکومت سابق در ایران اختناق سیاسی بوده و مردم ایران دارای ارزش‌های سیاسی و مرزهای سیاسی نشدند، اگر شما می‌دونید که مردم ایران در زمان رژیم سابق هیچ چیز یاد نگرفتند، در زمان خمینی هم هیچ چیز یاد نگرفتند، از کجا این مردم
60% این مردم امروز هم لنین رو میشناسن، هم مارکس رو میشناسن، هم آقای رجوی رو میشناسن، هم بریسر رو میشناسن، هم اسلامی دیگر رو میشناسن، هم پرچم سرخ داستشکاش رو میشناسن، هم فلسفه سیاسی مجاهدین خلق رو میشناسن و معتقد به این فلسفه سیاسی هستن. این کدوم اختلاف بوده که مردم این کشور تمام این فلسفه سیاسی رو یاد گرفتن و بهش معتقد هستن؟ اگر اختلاف چندانی نبود در زمان سابق، من نمیگویم که ملت چنان آزاد بود، اصلا من معتقد به اون آزادی نیستم. چه کسی باید بیاد اینجا بگوید که ملت ایران باید 100% آزاد باشد؟ ملت ایران باید وقتی 100% آزاد باشد که فرهنگ آزادی رو داشته باشد. ملت باید بدانه با آزادی چه میکنند. ملت ایران وقتی که بهش گفتن که آزاد هستی و دیگر بنده نیستی، میلیون ها نفر از هموطنان خودش رو کشتن و آواره کردن، شهرها و استانها رو به قارت و قحط بردن. ملت ایران سه تا از استان ایران و سه از استانهای ایران رو به باد دادن، خراب کردن و میگوین این کار ملت ایران. ملت ایران کجا میخواست که ایران نابود بشه؟ کجا زنان و مردان ایرانی میخواستن که این همه خون ریخته بشه؟ کجا ملت ایران میخواست فرهنگ ایران به باد بره به دست رفسنجانی و خمینی؟ کجا؟ اینها امروز ادعا میکنن که ملت ایران میخواست که انقلاب کنه. اینجا به من گفتن که نگو که انگلستان و امریکا کردن، ملت ایران کرده. من از ملت ایران یه سوال میکنم، میشود که در کشوری هنرمندان و کشور انقلاب بکنن که صحنه برای ابد از بین بره، رادیو و تلویزیون بسته بشه و ما آواره دنیا بشیم؟ میشود که استادهای دانشگاه انقلاب بکنن که دانشگاه ها بسته بشن؟ میشود که افسرها انقلاب بکنن که همشون گیربارون بشن، به زنهاشون تجاوز بشه، بچه‌هاشون بکشن و خودشون فرار بکنن از کشور؟ میشود ملت قیام بکنن که زنجیر به دست پای خودش ببنده و برای یک کیلو قند 70% بیسته و برای کلمه آزاد گفتن به زندان اهدیم بره به تیبارو میشه؟ میشه چنین چیزی در دنیا؟ پس ما انقلاب نکردیم. آقای هویزر وقتی آمدن به ایران و با شاه ما ملاقات نکردن، با آقای دکتر بازرگان و با آقای آیت الله بهشتی ملاقات کردن. آقای هویزر آمدن به ایران و آقای مجاهدین خلق به ما گفتن که هویزر آمده به نفع حکومت کودتا بکنه. کدوم امریکایی میاد به نفع حکومت کودتا بکنه و میره با بهشتی و بازرگان ملاقات میکنه؟ این چه کودتایی بود که ساعت وقوعش هم آقای هویزر انتخاب کردن و به ملت ایران دادن؟ این انقلاب اسلامی بوده یا کودتای امریکایی بوده؟ این کدوم انقلاب بوده که ملت ایران به دست خودش کرده ولی هویزر ساعتش رو تعیین کرده؟ کی اینو باور میکنه؟ حالا در کتابهاشون که از امریکا میاد مینویسن که بله ما کردیم، ولی آقایان مجاهدین خلق باز هم زیر بار نمیرن که اونها کردن برای ما. من شکی در این ندارم که در کشور ما همه مردم راضی نبودن. من شکی در این ندارم که از کسی حقی گرفته شده بود و به کسی حقی بیشتر داده شده بود. من در این شکی ندارم که حق خود من رو بسیار لگدمال کردن. من در این شکی ندارم که خیلی مسائل اونجور که باید میبود نبود. اما هیچ ملتی نیست که به خاطر حقوقی ابتدایی بلند بشه و تیشه به ریشه فرهنگ و ملیت و جان و مال و ناموس خودش بزنه و زن و بچه و مردش رو بکشه به خاطر اینکه آقای هویزر اومده انقلاب اسلامی بکنه و آقای خامنه‌ای میخواد رئیس جمهور بشه یا آقای بنی‌سر یا آقای رجبی. آقای رجبی باید بدانن که ما نه فقط زیر بار این جمهوری نمیریم، بلکه زیر بار هیچ جمهوری هیچ وقت نخواهیم. من راجع به این بحثایی که با این آقایون کردم اینجا کم صحبت میکنم. من فقط این رو باید بگم که اگر از ملت ایران صحبت میشه، اگر میگویند که ملت ایران باید بگه که چی میخواد، اگر میگویند که ما دموکرات هستیم، ما میریم به ایران و بعد میپرسیم که شما چی میخواید، پس خیلی بیجا میکنن و گم میکنن که جمهوری دوم از حالا برای ما درست میکنن. اول از ما سوال میکنن چی میخواید، بعد از اونجا درست میکنن. یک، دو، آقای مسعود رجبی
مال امروز نیست، مال زمانی است که این حکومت در ایران نباشه. به نام پرچم شیر و خورشید سعی کنیم. همه به پا برای این
میشم آمده اینجا. من نمیدونم قبل از من چه کسی به لندن آمده قبل از ما و چه کسی اینجا دنبال هنرمند ایران روی صحنه رفته و چه کرده، ولی من میدونم که اون کسانی که امروز هنوز روی صحنه میروند و فارغ از مسائل مردم کشورشون هستند، برجد یعنی کلمه خادم رو نخواهم به کار ببریم چون کلمه قشنگی نیست، برجد خادم به ملت ایران نیستند. چرا میرید به تماشاشو میکنید؟ در ایران گفتم هزاران زن ایرانی کشته شده، دوستان بیشماری از شما از ما بردن و اعدام کردن، دختر جوانی رو در ایران اعدام کردن به نام ژاله کمنتری. این دختر نویسنده بود و شاعره بود، 26 سالش بود. تو روزنامه نوشتن که به جرم فحشا و فروش تریاک و هروئین خانم ژاله کمنتری دستگیر شد. بعدها از دوستانم شنیدم که او چون فقط سیاسی بود، سلطنت طلب بود، یک روزی از زندان آزادش میکنن، میگن بیا برو، و بعد وقتی دم در میاد بهش میگن که برگردین چند تا نامه امضا بکنیم، و میبرنش توی دفتری و میگن که حالا شما باشیم توی این اتاق تا فردا صبح برید دیگه تعطیل شده، و ساعت 4-5 صبح برن به اعدام شدن. فقط به خاطر اینکه طرز تفکر سیاسیش با مال آقای آیت الله مثلا زهرمار جور نبوده. از این مسائل در کشور ما زیاد اتفاق افتاد. هزاران هزار زن و مرد ایرانی مثل من و شما اونجا کشته شد. کسی یادشون نمی کن. مردم، من در خونه بیشتر شما آمدم و به شما بلیط کنسرت فروختم. شما الان بیشتر از هزار نفر هستید اونجا. بیشتر تو رو از نزدیک باهاتون صحبت کردم. به دیتون هم نمیشناسم. متاسفم که با بعضیتون از نزدیک برخورد نداشتم. صدام گرفته برای که من 3 هفته از لندن هستم و تو این 3 هفته ساعتها بحث سیاسی کردم و صحبت کردم. درهای خونه هاتون رو نبندیم به روی دیگران. من میدونم، من این جوابتون رو میدونم. میگه اینقدر کمک کردم که خسته شدم، قدر کمک من رو هم ندونستن، پدرم هم در اومده، هزار تا حرف برام در آوردن. مهم نیست، بگذرید از خودتون. به خدا من از خودم گذاشتم، من از همه چیزم گذاشتم، از همه کسم گذاشتم که برام خیلی عزیز هستن. همونقدر که شما همه کسیت رو دوست دارید، منم کسانم رو دوست دارم. من از همه چیزم گذاشتم و این بالا به خاطر کشورم و به خاطر مردم کشورم مبارزه میکنم. بگذرید. بهمنه و برید با هم، ولی بسیار شنیدم از خود شما، از خود میخوام بلند کنم بگم که هیچی نصف نیمی از شما بلند میشن و اینا سرخوردن از اون نیمه دیگر دلشون گرفته. چرا با هم رفیق نیستید؟ چرا نامردمی؟ چرا نامردی؟ کدوم پول؟ کدوم ثروت؟ کدوم شغل؟ شما نباشید مثل کسایی که میگن اگر من نخست وزیر نشم نمیرم، به جهنم که نرفتی نرو، ملت میره. برای آزادی ملت فرهنگ لازمه، نه پست ریاست تلویزیون و ریاست نمیدونم مجلس و نخست وزیر و وکالت مجلس. وکیل مجلس کجا میخوای بشی شما وزیرتون؟ و کدوم نخست وزیر میخوای بشی؟ کشور خرابه من نیازی به نخست وزیر اصلا نداره، نیازی به رئیس نداره، نیاز به عمله داره، به عمله که عاشق ایران باشه، برای ایران قدم برداره، برای ایران کار بکنه. بعد اینجا تو همین شهر 90,000 ایرانی، شما میتونید انگلیس رو بگینید، به خدا راست میگم میتونید، ولی حتی قلب هم دیگر رو فتح نمی کنن بعضیا، حتی به هم دیگه نمی رسید بعضیاتون. چرا؟ چرا؟ برای ژاله کمنتری که در ایران اعدام شد که امثال من در انگلیس بخورن و بخوابن و خوش بگذرونن و به کازینو برن و 40-50,000 پوند در شب ببازن و دنیا به تخمشون نباشه، برای ژاله کمنتری میخورن. Thank you.
پدر ادبیات معاصر ایرانه، پدر شعر امروزه و حق بزرگی برگردن روزنامه نویس، شاعر، نویسنده و آگاه و دانشمند و هوشمند امروز ایران داره، میگوید باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود. شما نمیتونید مردم همه چیز رو با هم بخواید. شما نمیتونید هم زندگی خوب رو در غربت بخواهید و هم زندگی خوب رو در وطن بخواهید. شما باید به خاطر یکیش رنج ببرید، شما باید به خاطر یکیش قدم بردارید، یا از ایران ببرید، در اینجا زندگی بکنید و گور پدر بقیه، و هیچ کس هم از شما ایرانی نخواهد گرفت، چون هر کسی مختار کرد جوری میخواهد زندگی بکنید. یا اینکه به خاطر وطنتون قدم بردارید، یا یاور هم باشید، به هم کمک بکنید، مسائل و اختلافات سیاسی رو به خاطر فلان کسی که فلان پول رو گرفته، فلان کسی که فلان حرف رو زده، فلان روزنامه‌ای که فلان توهین رو کرده، این حرف رو بزن کنار. من در خارج از ایران صدها روزنامه دیدم که غیر از چند تاش که روزنامه هستن و به مسائل مردم کشور ما میپردازن، بقیه‌اش روزنامه هستن و به خود شما خوش میدن. من این چه روزنامه است؟ مگر می شود که خمینی در ایران مردم رو بکشد و کسی در لندن بگوید که مثلا آقای فرخزاد کلش فلانه؟ شما با کی دارید مبارزه می کنید؟ با هیتلر در ایران یا با من در صحنه؟ برای شما چه فرقی می کنه من امشب بد بخونم یا خوب بخونم؟ برای شما چه فرقی می کنه من کت بپوشم یا پاپیو بزنم یا نزنم؟ اون کسی که به ملت شما تجاوز کرده، به جان و مال و ناموس شما تجاوز کرده، من و ما نیستیم مردم. اگر با اون مبارزه می کنید پس از اون حرف بزنید. این چه روزنامه ای که کلامی از رفسنجانی توش نمی نویسید؟ کتاب می نویسید به هم دیگه فحش میدید، روزنامه می نویسید به هم دیگه فحش میدید. چرا؟ روزنامه از امریکا آمده بود، من توش خوندم که سه صفحه روزنامه نوشته بود که من روزنامه هستم طرفدار سلطنت. اگر طرفدار ایده سیاسی هستی، هر چی فرقی نمی کنه، شرف اون ایده سیاسی رو حفظ بکنید،
من اگر میگویم سلطنت طلب، من که از شاه سلطان حسین صفوی صحبت نمی کنم، من از ذات سلطنت صحبت می کنم. چون که جمهوری خواه در آلمان از آقای ویلی برانت یا هلموت اشمیت که صحبت نمی کنه، از ذات جمهوری صحبت می کنه. فقط در کشور ماست که وقتی می گوییم جمهوری، آقای بنی‌صدر یا آقای مدنی یا آقای سگ یا آقای گربه باید رئیس جمهور بشود و جمهوری باشه. این دیگه چه نوع جمهوریه؟ چه جوریه این؟ فلان کس باید نخست وزیر بشود تا ایران مشروطه بشه مثلا. فلان کس هم این همه پست و شغل و فلان. این چه جور روزنامه‌ایه که اینجا به جای که به مسائل مردم ایران بپردازه؟ در امریکا 3 صفحه از 4 صفحه روزنامه راجع به این بوده که کی در کدوم فاحشه خانه امریکا که 4 تا خواننده اونجا آواز میخونن و پول میگیرن و میخورن و ماتیک میمالن و عیاشی میکنن، کی چاقو خورده اونجا؟ برای ملت من که سری زیر ساتور خمینیه چه فرمی میکنه کدوم فاحشه در امریکا چاقو خورده؟ آخه کجای پرستش مردم؟ من در اینجا روزنامه نویس دیدم. روزنامه نویس های لندن به من بسیار کمک کردن. از همون آقای ستار لقایی که بعضی ها ایراد زیاد گرفتن و من جمله بگویم از کسی که خب همه تو بهش احترام میزن، از کسی جمله بگویم. 4-5 شب پیش در پاریس به من گفتن که آقای فرخزاد، اگر کسی برگشته طرف ما، اگر کسی برمیگردد طرف شما، دستش رو بگیرید. چرا بهش خوش میدید؟ چرا ردش میکنید؟ یک ایرانی هم یک ایرانی هم. خب یک کسی به من گفت که اگر رفته ستار لقایی رو زده، بسیار بیجا کرده که زدن. مگر فقط ستار لقایی بوده که یک اشتباه در زندگیش کرده؟ تمام با کرده، تمام کرده و هیچ کسی نیست که نکرده باشه به خاطر اون اشتباه. ولی امروز نیستیم و اعتراف میکنیم، میگیم غلط کردیم، گو خوردیم. یکی از بالتا که نیست کلمه گو خوردن رو کی درست کرده برای اینجا؟ مگه من وکیل مردمم؟ مگه من چه پرستم که به مردم بگم که تو باید اینجوری یا اونجوری فکر بکنی؟ مردم هر یه که دوست دارم فکر میکنن و هر کسی هر کاری که بخواد میکنن. من اگر خیلی با شرف هستم خودم رو اول باید اصلاح بکنم قبل از اینکه مردم رو کتک بزنم. آقای لقایی به من بسیار کمک کردن در همین لندن، دهنشون گرم به قول این دنیا. آقای شکرمی ها که پست ایران رو چاپ میکنن و آقای آقای کلی مرزم کار رو میکنه، آقای دکتر نوری زاده به کمک کردن، بقیه آقایی که اینجا هستن، آقایی که روزنامه ادام رو چاپ میکنن، آقایی که یه روزنامه دیگه ده. من نمیدونم همه مرزم کار رو میکنه، همه کمک کردن به من. وقتی که این مردها میان، این زنها میان، بچه ها میان کمک میکنن، چرا ازشون فرار میکنید؟ چرا بهشون میگید که تو 4 سال پیش فلان حرف رو زدی؟ کی نزد؟ اون 6 میلیونی که تو تهران تو خیابون را میافتن از کاره مریخ اومده بودن؟ ولی بلند چی؟ و امروز مبارزه کنید برای اینکه اشتباهی کردید جبران کنید. این که کاری نداره. شما اگر مبارز هستید هر روز میتونید مبارزه کنید و گناه اعمال خودمون رو پای دیگران نذارید. این درست است که امریکایی ها کردن، درست است که انگلیس ها کردن، ولی ما رو وسیله قرار دادن. به خاطر اینکه وسیله شدیم یک بار و دیگر نمیخواهیم وسیله بشویم، باید درست فکر کنیم، درست مبارزه کنیم و دنبال جمهوری من در آوردی و دوم و سوم و دهم و بعدم به تو میگیم هم نه. من واقعا مغزم بعضی وقت درد میگیره. خانم میگویم گفتن که تو هم بالا سکته خواهی کرد. مهم نیست، اگر کسی به خاطر وطنش بمیره مسئله یک زیاد مهمی نیست. به نفسی که در کازینو بعضی ها سکته بکنن و کجا میزن سعید براتون جانم اون آقا که نمیشتن گنده میسن من چشم بکنم خب خواهد آمد. من نمیدونم کی نوشته خواهد آمد، چون مولای منه اون کسی که اسمش رو اینجا نوشتی. سعید براتون یک آهنگ میخونه. من باید الان میخوندم ولی واقعا گرم دیگه کار رو میکنه. من 6 ماه از ایران اومدم و 6 ماه دارم با مردم حرف میزنم. ولی رو بدونیم اگر من 2 تا آواز کمتر بخونم شاید کار بدی نکرده باشم. پولتون هدر نرفته. اگر بخواید پس میدم یکی یه پوند بهتون پس میدم. بابتون 4 تا آواز که نخوندم. ولی واقعا مهمترین آواز اینه که انسان ها بلند شد و از آزادی
کار صحبت بکنن. این زیباترین آوازیه که هر خواننده میتونه روز برای ایران سعی میکنم که میخونیم یک آواز جالب صدای بلندگو خیلی بلنده، یک کمی کمش بود. چشم عزیزم، صدای من را سعید خیلی قشنگه. صدای بلندگو، صدای شما خیلی قشنگه. نمیخوام بیرون بالا آواز رو بلند. کسی هستی که هستن کنم هر زنی بهش یکی کنی اعتراض نکرد برو بودیم برای چشم برو یا ما پاکی بیشی از نیز رو بلو خیلی ما مثل نایی رفت شد من خواهد بسن من خیلی رو بزن های قریب شد بودم من این صحبه یک سی میکردم ولی خواهد بسن This is too loud Stop Just Just سعید من توی آواز بکنیم من به خودم که میشستم شبا توی اتاق یه مدتی نفس بودم در زمان یه مدتی که فراری بودم یه مدتی هم در گوشه اتاق میشستم فکر میکردم چی شد؟ چجوری فرار کردم؟ سیبیلم رو زدم یه کت افسری تنم کردم یه کلاه گذاشتم یه عینک زرنگینی زدم که تو تاکسی در لندن گم دیگه از شما برداشته گم کردم بدارم بعد سوار یک اتوبوس شدم رفتم به نزدیکای رضاییه در اونجا یک افسر بسیار باشرفی آمد و یک گروه بسیار باشرف در من سوار یه وارد کردم بردم توی باقی اونجا تخمبار رو صبح کرده خوردم با نون و توماس و بعد سوار شدیم رفتیم از این جاده ای که پاسداران رو به بالا نشسته بودن نگاه میکردن ولی زور شروع میمد بیان پایین بگم بعد گفتن که اینا روزا اینجا زورشون میرسه شبا دیگه از ساعت 6 ساعت داشت از 6 به بعد دیگه زور کردا میرسید زور ما میرسید بعد از اون جاده که زورمون میرسید رد شدم رفتم توی دهی بعد اونجا سوار یک اسبی شدم که البته قاطر بود ولی گفتن اسب جدی میگن گفتن اسب من این زور خر هم نداشت بعد آمدم در یه ده ترکیه پیاده شدم و یه کسی من گفتش که تو اونجا که البته این یک آقای من در نه کردی گفت اونجا که میریم فامیلای ما اونجا یه هفته ازت خوب پذیرایی میکنن تو فقط بخور و بخواب که این ناراحتی ها رفت بشه نشیر بر نشونی که اون یارو در که ما نکردی چی؟ گفت همین الان میرم پلیس میرم تحویل میدم خدا رو هم کردم تحویل داد و از اونجا که فهمیدن که من I am less afraid of فرق سالت Very important خلاصه 45 روز در فقر مطلق و گدایی و بدبختی در ترکیه موندم در اون داشتم نه آب نه پاسپورت نه ویزا تا یک رفیقی که اتفاقا هم دین من هم خدا پدرش رو بیامرزه که هم دین من نبود از امریکا آمد اتفاقا از همکیشان و اون رفیق من یک کسی هم امشب اینجا است و من شنیدم که مردی است که در جوانی آمده اینجا بدون پول یعنی از ایران پول نیورده که اینجا بگید دزدیده آورده اومده دستش زده بالا کار کرده واقعا عملی کرده کار کرده و امروز که خیلی پول داره یعنی اونقدر داره که همین میگن که آقا چرا به ما نمیده این پول چرا بده آقا چرا بده کار کرده شما کار کرده با وجود این به حدی گفتم به ایرانی ها کمک کرده پاسپورت ویزا اقامت زهر مار پول تو جیبی که من والا فکر کردم اگه مسلمان هم اینجوری بودن کارم درست بود برجام اون رفیق دین دیگر ما از امریکا آمد بعد رو تو فرودگاه کشید و تو در پاریس من اونجا پناهنده سیاسی شدم به دولت جمهوری سوسیالیستی فرانسه اما یه سوال کردم از ایشون گفتم چرا از وقتی شما ایرانی ها بدون حکومت سابق دیگه حکومت دیگه نیست بدون حکومت سابق شما آقایون و خانمها تشکلات پاریس پناهنده شدید چرا پلیس فرانسه انقدر دوست شده که با هر هزار فرانکی که میدید همه کار براتون میکنه پس دوستیست شما ها بدید حکومت چیه؟ حکومت من میدم هی میگن آقا حکومت دوزی کرد بله دوزی کرد نکنیم اگر ما درست باشیم قوانین درست بودن در کشور ما قانون رو بد اجرا کردیم حالا برای که از دست حرفای من با هم بشیم سعی برای تو بخونیم اونجا شعر میگفتم مقداری شعر گفتم برای کتاب اگه فرصت باشه یک شب براتون میخونم مقداری تصنیف ساختم برای خواندن سعید براتون میخونه من جفت تو هم تنها تو از همه کس رانده آهنگش مال خودشه خیلی عشقه و خیلی قشنگه یکی من سمت سیاسی خسته شدیم
صحبت میکنم مسئله این بود که من فکر کردم که این مسئله باید تمام بشه و باید به شما هم توجه بکنید چون مسئله بسیار مهم است. عده زیادی از مردان سیاسی که در پاریس هستند بار اولی که من روی صحنه رفتم در پاریس جمع شدند با اینکه هیچ حقی به گردن من ندارد و من خودم روی صحنه میروم و هیچ کسی و هیچ گروهی و هیچ آدمی هیچ زنی هیچ مردی به من کمک نمیکند. خودم مستقل روی صحنه میرم برای کاری که میکنم، روی پای خودم میستم. اونها من گفتن که اپرسید گفتن که بله آقا شما اینجا هستیم و سارهای سیاسی داریم، شما که رفتیم بالا بگید که ما طالب قانون اساسی هستیم به حق حاکمیت ملی. من بار اول این جملات رو هم گفتم برای که گفتم وقتی خب آدم های سیاسی طالب شدیدن این مسئله هستن، ولی بعد که یکی دو ماه در پاریس موندم دیدم که نه، مسئله چیز دیگه است. من میگویم اگر 4 سال است که از ایران خارج شده اید، یا 3 سال یا 2 سال یا 1 سال یا مثل من 5-6 ماه، امروز زمانی است که تعارف رو باید کنار بگذارید. این که ما طالب قانون اساسی هستیم و حق حاکمیت ملی رو از بقیهش هم حرف نمیزنیم این مزخرفه. باید بگویید چی میخواید، مگر نه اینکه شما حکومت مشروطه سلطنتی میخواید. به اصطلاح مستقران انقلابیون ایران، به اصطلاح انقلابیون ایران گفتن که
شاه ایران این ارتش رو درست کرده تا دندون مسلح کرده برای اینکه خلق ایران رو سرکوبی بکنه. ارتش ایران، ارتش شاهنشاهی ایران هرگز مردم ایران رو بمباران نکرد. بازان تو ارتش ایران هرگز مردم ایران رو قتل عام نکرد. ارتش ایران هرگز خانه های ما رو بر سر ما خراب نکرد. اون ارتشی که مردم ایران رو بمباران میکنه پاسدارهای خمینی هستن، پاسدارهای خمینی که مردم ایران رو قتل عام میکنن، ارتش اسلامی خمینی که ایران رو ویران میکنه، نه ارتش شاهنشاهی ما. گفتن نشستن گفتن که شاه ایران این ارتش رو درست کرده برای اینکه خلق ایران رو سرکوبی بکنه. این ارتش خلق ایران رو سرکوبی نکرد. ارتش ایران با من و با ما هیچ وقت کاری نداشت. اون که روشنفکر بودیم، زبانمون هم خیلی دراز بود، حرفای گندم زیاد میزدیم. اما همین آقایون وقتی که نیاز پیدا کردن به ارتش ایران، به ارتش فعلیشون، به دریوزگی اسرائیل و امریکا و انگلیس رفتن، تتمه اون به اصطلاح آهنپارا رو خریدن و با همون افسران ارتش شاهنشاهی و با همون درجه داران ارتش شاهنشاهی به جنگ عراق رفتن. کی داره به عراق میجنگه امروز در ایران؟ اون چه که در جنگ ایران عراق کشته میشه؟ همون ارتش شاهنشاهی هست که داره عراقی را از خود بندی رو میکنه. گوش کنید مردم، من یک مقداری از برنامه‌مو ازش رد میشم به خاطر خیلی مسائل. از ارتش شاهنشاهی صحبت کردم. جان اجازه بدید. چون از ارتش صحبت کردم، باید به ارتشی بپردازم. در ایران طبقه ای که بیش از هر کسی رنج کشید از این حکومت، نه طبقه مرفه بود، نه طبقه فقیر و ندان. پولدارها اکثرا همون عوارم رفتن. ندانها خب بهشون یه خونه چیزی دادن، اما اون چیزی که باید بنا میدادن، یعنی فرهنگ رو بهشون ندادن و اونها همونطور فقیر موندن. و امروز اون فرق رو بیشتر حس میکنن چون ما هم از هست دادن. طبقه متوسط، یعنی ما رنج بسیار بردیم. و در دل طبقه متوسط طبقه به نام ارتش وجود داشت که قتل عامش کردن. شما ندیدید بیشترتون، ما دیدیم. تیکه تیکهشون کردن در مشهد، دل و رودهشون رو در آوردن، انقدر فروختن و گفتن این دل و روده ارتش شاهنشاهیه. به زنهاشون تجاوز کردن، چشم بچه هاشون کور کردن و این ارتش گفتن هنوز هم باقی مانده. همین ارتش شاهنشاهی با عراقی ها جنگی و عراق رو از خاک ما بیرون کرد. اما بسیاری از ارتشی ها آمدند، خوب کردند که آمدند، بهتر که آمدند تا اینکه به دست این جلات ها کشته بشند. مردان بسیاری ولی در اونجا کشته شدند، ایستادند، باید ایستادند، باید ایستادند که به ما، به من و به شما یاد میدادند که مردی و مردانگی، ایستادن و ایستاده مردن یعنی چی اصلا؟ ببینید، ما این حرفا رو میزنیم، شما حرفای منو بیشتر میگیرید، فراموش میکنید. ما این حرفا رو زیاد خوندیم تو کتابا، تو مجله‌ها، تو قصه‌ها. ایستادن، ایستادن گفتن به رژیمی که ما الان رژیم هستیم وفادار. اگر میگوید امام حسین به خاطر این عقیده اینجوری مرده، خب اینا منه. یه کسی آقای روزنامه‌نویسی که به همه بند میکنه و انگوش به همه جای همه میکنه به من گفت تو این خمینی هستی داری امام حسین برای مردم ایران درست میکنی. گفتم نه، من نه قهرمان ساز هستم، نه قهرمان پرور، نه امام حسین ساز، ولی شرف رو تو هم باید داری از مهدی رحیمی یاد بگیری. به شاه هم وفادارم و براش نمیدم فرار. ما یاد گرفتیم از مهدی رحیمی و از امثال مهدی رحیمی. قبلش بلد نبودیم،
بله آقا، برای وطنمون میستیم، میجنیم، مگر مردیم برای وطنمون تازه مثل اونا میشیم. مهم نیستیم، مهمتر از اونا نخواهیم شد. مثل مهدی رحیمی آیت محققی هم بود، آوردنش به تلویزیون اسلامی و به او گفتن که تو میخواستی بیت امام رو خراب بکنی، امام رو بکشی. گفت بله آقا، برای نجات وطنم میخواستم تمام این کارها بکنم. مهدی رحیمی بودم، دوست سپه بود مهدی رحیمی بودم، افتخار میکردم که دوست رو هستم. تا آخرین روزهایی که وضع ایران دگرگون شد هر روز 10 بار تلفن میزدم به منیجه رحیمی و از او سوال میکردم که کجاست تیمسار، کجاست، چیکار باید کرد، من چیکار میتونم بکنم. و تیمسار نبود، پشت میزش بود، تا ثانیه آخر پشت میزش بود، برای وطنش ایستاد
برای وطنش جنگید، برای وطنش مرد، نامش همیشه جاودان باشه، چون شرفش جاودانه. مرد ایرانی یعنی سپر. سعید براتون میخونه سلام ای وطن، شعر منه آهنگ سعید. اشکالی در کارمون بود میبشید.
این خانم به من یک چیزی نوشته اینجا که فریدون از خرمشهر یاد کن. من یادش میکنم، ولی اون کسی که آمد که زندگی ما رو بهتر بکنه از خرمشهر به قول خودشون خونین شهر ساختن. بعد فقیر ما رو شدن در کشور ما و هیچ کس هم بیمیزن. شما مردم از مردم افغانستان کمتر نیستی. زن و مرد بچه تو تنگ گرفتن و میجنگن. شما هم میتوانسته این کار بکنید. به من گفتن که در لندن مرد پولدار افغانی بوده که از زمانی که اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان قشون کشی کرده زندگیش اونجا گذاشته و رفته افغانستان داره میجنگه. من و سعید از ایران که آمدیم بیرون آمدیم که بردیم به ارتش رهایی بخش یا آزادی بخش نمیدونم، من هر دو اسم رو شنیدم، ملحق بشیم و بریم توی کوه و بجنگیم. ما رو اونجا چندان به بازی نگرفتن، شاید اونجا هم باز تعدادی حرف زده بودن که حقیقت نداشت. ولی امروز همه شما، هم نظامی های شما، هم غیر نظامی های شما، ارتش رهایی بخش هستید. بپیوندید شخصی ها، بپیوندید به نظامی ها. نظامی ها بپیوندید به شخصی ها و قیام کنید. کشورتون آزاد میشه. شما مطمئن باشید که اگر شما تکون نخورید، امریکایی ها به خاطر شوی تلویزیونی من رو به ایران بر نخواهند کرد. امریکایی ها دلشون برای خونه شما نسوخته. امریکایی ها فقط روی نفت ما و روی سرنوشت ما و روی معادن زیرزمینی ما معامله می‌کنند. خانم تاچر وقتی دید که نفت دریای شمال گرون براش تموم میشه، اول ما رو به سیاه روزی انداخت تا نفت دریای شمال مشتری پیدا کنه. پالایشگاه ما رو نابود کرد به دست عراقی‌ها برای اینکه پالایشگاه افریقای جنوبی کار بکنه. بنابراین شما هستید که دلتون برای ایران می‌تواند بتپد یا نتپد. اگر به یاد ایران هستید 22 بهمن نمون نشه. یک نمونه از یک چیز کامل رو نشون بدید. 22 بهمن همه گروه های سیاسی، همه اونهایی که با هم بد هستن متاسفانه و من نمیدونم چرا با هم بد هستن. دعوای شما ها اینجا سر چیه؟ من نمیفهمم که رئیس یک گروه دشمن رئیس یک گروه. شما اگه دشمن هم دیگه نیستید که، شما که یار هم دیگه هستی. بلند چی؟ به گروه پدر همه رئیس ها بلند چی؟ و شما هستید که میکنید. کی میخواد تو لندن برای من تعیین تکلیف بکنه که به سر من چی بیاد؟ کدوم کی رئیس من اینجا؟ کی میخواد به من بگه کدوم حکومت؟ کی میخواد به من بگه کدوم آزادی؟ من فقط یک رئیس میشناسم و اون شرفه. به خاطر شرف اون بالا چی؟ مردم، کار من معلمی نبوده، کار من نصیحتم نبوده. اگر حرف میزنم به خاطر اینکه حس میکنم امروز روزی است که باید مردم این گونه فکر کنند و این گونه فکر خود رو باز بکنند. اگر من امروز برم توی کافه‌های امریکا بخونم شب $5,000 بگیرم، کاری برای شما انجام ندادم. شما هم لزومی ندارید نوار بندر بخرید گوش بکنید دستم دارم بزنید. ولی امروز هر کسی که آمد این بالا، هر کسی که آمد و از ایران برای شما صحبت کرد، او رو یاری کنید، او رو تایید کنید، چون او برای شما هستش و او با شما هستش. من از لندن میرم، من پس فردا میرم به دور دنیا، هر جا که ایرانی هست میرم، من با ایرانی ها صحبت میکنم و سعی میکنم که این موج رو وجود بیارم، نه برای خودم. من هر جای دنیا میتونم راحت زندگی کنم، برای مادرم که دیگه او رو نخواهم دید. مردم، این 40 سال 40 سال میشه. روزهای سفید یک روزی از روسیه آمدن بیرون و گفتن ماه دیگه برمیگردیم. 50 سال در قابط در بدری دارن میپوسن. شما هم در اینجا خواهید پوسید اگر بلند نشید و اگر قیام نکنید. شما شرف دارید، شما حیثیت دارید، شما فرهنگ دارید. به نام فرهنگ ایرانی، به نام شرف ایرانی، به نام حیثیت خودتون بلند شید و مردم دنیا نشون بدید که کسی هستی. امریکا کی هستش که میخواد بر شما سواری بکنه؟ شما سالها آقای دنیا بودید. امریکایی‌ها تازه یاد گرفتن که بر دنیا آقایی بکنند، ولی ما خر امریکایی‌ها نخواهیم شد. ما اشتباه کردیم، گول خوردیم، ولی خر نیستیم. جانم سلام نمودم که تا آخر نسیم در جمع گروبانه یعنی که
میگویند این را از طرف ارتشی های ایران به شما میدم. من خودم بچه قزاق هستم. پدر من افسر رضا شاه بوده است. ببینید، شما شعار بدید، آخر برنامه هرچی میخواد شعار بدید، ولی یه چیزی رو گوش بکنید. به ما نگفتند که ایران زمان احمدشاه قاجار چگونه بوده است و هرچی به ما دادند فکر کردیم که باید به ما میدادند و تازه فکر کردیم که کمه بونه وزن میخواستیم. در ایران زمان احمدشاه قاجار میدونید چند تا بچه به مدرسه میرفت؟ میدونید وقتی که رضا شاه پهلوی از ایران رفت 40,000 بچه به دبستان و دبیرستان و دانشگاه میرفتن در ایران و وقتی محمد رضا شاه هم پهلوی ایران رو ترک کرد 11,000,000 شما میدونید که ایرانی در اینجا به من گفت فریدون فرخزاد ما دو اشتباه کردیم، یکی اشتباه جغرافیایی، ما کشورمون جای کشورمون رو عوضی گرفتیم، ما فکر کردیم که در همسایگی سوئیس داریم زندگی میکنیم، ما هی کشورمون رو به جایی که با بنگلادش مقایسه بکنیم مقایسه کردیم با فرانسه و آلمان رو گفتیم هل شیسکاردستان فلان و آقای ویلیبرانت فلان و فلاکس فلان و ما چرا؟ و ما زمان را از یاد بردیم. میدونید که وقتی که شاه فقید به سلطنت رسید چند تا بیمارستان در ایران بود؟ نه دست نزنید، گوش کنید. میدونید چند تا مدرسه بود؟ میدونید چند تا دانشگاه بود؟ میدونید چند تا سینما بود؟ چند تا تئاتر بود؟ میدونید چند تا کتابخونه بود؟ میدونید اینها رو؟ میدونید زنا که هیچی، مردهای زمان رضا شاه وقتی میخواستن برن و همین گیتاری که سعید میزنه به شما براش دست میزنید بزنن و ملکه الیزابت به بیتلا و همون چهار تا بچه رقاصی که گیتار می‌زدن بزرگترین نشان دولت امپراتوری انگلیس رو داد. در زمان رضا شاه وقتی مردها می‌خواستن برن تار یاد بگیرن با چادر زنانه می‌رفتن، چون مردم ایران هنوز نمی‌دونستن که هنر کدام است و هنرمند کیست. در زمان محمد رضا شاه فیلم گام به فستیوال می‌رفت و جایزه می‌گرفت و ما افتخار می‌کردیم که فیلم‌هامون در فستیوال‌های جهانی جایزه می‌گیرن. هر هنرمندی فقط فیلم برای فستیوال می‌ساخت، هر آوازخونی برای فستیوال آواز می‌خوند، هر کسی فقط برای این قدم برمی‌داشت مردم جهان بهش توجه کنند، همون مردم جهانی که امروز به خاطر حکومت جمهوری اسلامی، به خاطر بی‌فرهنگی مدتی که به کشور ما استواره، پاسپورت ما رو به عنوان پاسپورت قبول ندارن، پول ما کم ارزش‌ترین پول جهانه، فرهنگ ما با اینکه لگدمال شده از بین نرفته، ولی لگدمال شده و زیر پای آخوندها داره می‌روزه، حتی دینی که خودشون آورنده اون بودن از بین بردن و برای مردم دینی باقی نذاشتن. کشوری که من امروز در اون زندگی میکنم ویرانه است. مردم ایران این کشور رو محمد رضا شاه پهلوی ویرانه نکرده، این کشور رو همین آقایون ویرانه کردن که خامنه‌ای رو سر دست گرفتن آوردن توی فرودگاه انقلاب گفتن امام دوازدهم ما همینه، چون مخالف امریکایی هست. اگر این مخالف امریکایی بود حداقل این حس رو داشت که مخالف امریکایی بود، چرا وزیر خارجش دکتر یزدی جاسوس امریکا از آب در اومد؟ چرا پاسپورت امریکایی داشت دکتر یزدی؟ بنابراین مردم وقتی به شما میگویند که شما همون سطح طلبا هستید که میخواید بریم به چاپین، به اونها بگویید که شما چیزی رو نچاپیدید. بله در کشور من دزدی شده، بله بگویید که شده، در کشور ما دروغ گفتن، بله بگویید که گفتن، ولی ما برای سلطنت نوین میجنگیم، برای ایران نوین میجنگیم، ما میجنگیم که رضا شاه دوم به سلطنت بیاید. حداقل این
انسانی دست اول هستم. من در انگلیس حتی اگر میلیاردر هم باشم هیچ گلی نیستم. هیچ. خانم فخری نیکزاد اینجا هستن. خواهش می‌کنم بیاید. فخری نیکزاد کجایی؟ بیا. فخری نیکزاد بیا. اینمش روانم شاد شد، روحم تازه شد. برای فخری نیکزاد. با صداش سالها رو زندگی کردیم. یه چیزی رو شما بگم برجت، ما قسمتی از زندگی گذشته شما هستیم، چه بخواهید چه نخواهید. و قسمتی از زندگی گذشته خودم فخری نیکزاد و دوستان دیگرم. حالا خواهی شما خودتون بسرد نبذارید و خودم بعدا رو چیکار بکنم. میخوام که فخری نیکزاد میدونید چجوری بودید شما ها؟ همین شما گفتید. من تو تلویزیون میرفتم مثلا خانم رابش مثلا، خب طبیعتا من همکارم بود، دست هم میزنم شونه داد و فریاد آقا پاپیون زده سیبیلش اونجوریه دستت رو بردار بزن ما دستمونه بذاریم. شما اینجوری بودید، حالا دستم رو میزنم خوبم میزنم خوبم میکنم. فخری نیکزاد برای تو صحبت میکنم. من از همه شما ها تشکر میکنم. فریدون فرخزاد، من در یه شرایط خیلی استثنایی در حال حاضر قرار داده. من حتی صدام باز نمیشه که صحبت بکنم، تمام تنم هم داره میدرسه. من خیلی خوشحالم که 3 ماه بین شما هستم. تا 4 ماه قبل ایران بودم. نمیخوام راجع به این مسئله صحبت بکنم. هر چی که لازم بود گفته بشه فریدون فرخزاد گفت. الان که اینجا هستم دلم اینجاست، ولی مجبورم اینجا باشم چون نمیتونم برگردم. امیدوارم یه روزی هممون با هم برگردیم. این صحنه امروز مال من نیست و من حرفی برای این صحنه ندارم. واقعا من نه آدم سیاسی هستم و نه بلدم مبارزه سیاسی رو کنم. من همینم که میبینیم. ولی به جرم این که هیچی نبودم زجرشو کشیدم و از همه تون تشکر میکنم که با تمام وجودتون ابراز احساسات کردیم. برای احساس کردم که هنوز فراموش نکردیم. مرسی. سینما داشتیم، ما در ایران رادیو و تلویزیون داشتیم، ما در ایران تئاتر داشتیم، ما در ایران مرکز نشر کتاب داشتیم، ما در ایران دانشگاه داشتیم، ما در ایران مؤسسات عالی فرهنگی داشتیم. ساختمانش هستند، آدماش گهگاه در اینجا اونجا دیده میشند.
این رو بدونید مردم ایران، اگر بخواهید، اگر بپاخیزید، اگر مبارزه کنید، به روح خواهران برمیگردید، به ایران همه تون برمیگردید، به مراکز فرهنگیتون، به مراکز هنریتون، به خانه هاتون، پیش پدر و مادرتون، پیش بچه هاتون. اگر مبارزه نکنید، همینی که هست ادامه خواهد یافت. نگذارید برای شما تصمیم بگیرند، شما تصمیم بگیرید برای خودتون. فهرین میکساز اینجاست، محسن مهدوی اینجاست، اون پیش سینما. من خیلی دوستش داشتم، همیشه آرزو کردم باش رفیق باشم. اینجاست، اینجاست، اینجاست. محسن، بیا، بیا. مثال قدم شاه گرامی نکنم، جوهر جان به چه کار دیگرم بازم. از این رادیو و تلویزیونی که دوستش داشتم، عاشقش بودم و واقعا 11 سال تمام چه از پشت میکروفون رادیوش و چه از پشت دوربین تلویزیونش عاشقانه براتون کار کردم، چون دوستتون داشتم و به هیچ چیز نرسیدم ازش. من جز پولدارای ایران نشدم، هنوزم خیلی فقیرم، ولی عاشقم و کسی که عاشقه هیچ وقت فقیر نیست، عاشق شما هستم. اونجا در تلویزیون همکاری داشتم که بسیار گرامی بود برای من، هم خودش هم خانمش، نادره صدیقی بود و شهلا آراسته اینجا هستم. گوینده های تلویزیون بودن، همشون گوینده تلویزیون بودن. نادر کجایی؟ نادر صدیقی خوشی؟ نادر صدیقی گوینده تلویزیون بود. نادر همکنون گوینده یکی از مبارزترین رادیوهای ایرانی در خارج از ایران. سلام خانم ها آقایی، من اجازه بدین که راجع به مسائل سیاسی حرف نزدم. خب خیلی ها در من هستن و عجیبه که سیاست امروز برای ما ایرانی ها با درد آمیخته شد و فقط امیدوارم که یه روزی من برگردم و بتونم برم سر خاک پدری که در غربت از دست داد و برم سر خاک اونهایی که برای ایران فدا شد. من وقتی که روی صحنه میرفتم در ایران آدم شادی بودم، نقطه سنج بودم، کلام رو میشنیدم و فوری جواب میدادم. حالا هم هستم، تا بمیرم هستم، ولی چیزی زیاد نمیشنوم که نقطه ای پیدا کنم و بسنجم و جواب بدم. اما در اینجا آدم نقطه سنج دیدم، آدم کوچولوی نقطه سنجی که ممکنه عالم نباشه، ممکنه علم اینشتین رو نداشته باشه و از مولوی هم چیزی ندونه، مهم نیست. هر آدمی که ایرانی هست برای من عزیزه و گرامی. بار فهمیدیش چقدر زیاده یا چقدر کمه، وقتی که اونهایی که این بلا رو به سر من آوردن با
بار فرهنگیشون آمدن به این بلا را آوردن از بارشون دلم گرفت. سید کریم جسرم سلام خدمت خانم‌ها و آقایون محترم، سلام بر هنرمندان عزیز، درود بیکران بر شما و شما مردان و زنان مبارز، افتخار همه مبارزین. جمع شما اینقدر زیاد هستن، آدمایی که من میشناختم در ایران و دوستشون داشتم میان عزیزم، بازن اینجا سکوفم صداش کردم، ولی قبل از این میخواستم به شما بگم که ببینید مردم، ما ممکنه بمیریم، همه با که اینجا هستیم، شما همینطور مسئله نیست. آقای ناور صدیقی ممکنه دیگه به تلویزیون ایران برنگردند و بعدن برنگردند به پشت میکروفون، مسئله ما نیستیم، مسئله ملت ایران هست که ادامه مییابد، مسئله فرهنگ ملت ایران هست که ادامه مییابد. نمایشیش میگوید بر نه داغ بیند کسب دوران، نه چراغ بیند. داغ رو دیدید؟ اگر میخواید چراغ رو ببینید، بلند شید و مبارزه کنید برای وطنتون، برای ملتتون و برای شاهتون. بشینید میبازید، بلند شید تا ببرید.